امروز به انتخاب خودتون میخوایم پیروک ذرت درست کنیم. این غذایی بود که خودتون پیشنهاد دادیم. برای منم یه غذای خیلی جدید و جالب بود. حالا بریم با هم درستش کنیم. پیروک ذرتمون با درست کردن یه خمیر خیلی آسون شروع میشه. فقط کافیه موادی که با مقدار دقیقش توی کفشن واسه‌تون نوشتیم و توی یه کاسه به کمک یک قاشق چوبی با هم دیگه مخلوط کنیم. مرحله‌ای که شیر رو اضافه می‌کنید متوجه می‌شید که خمیرتون کم کم داره فرم می‌گیره. اگه احساس کردین خمیرتون خیلی خیسه، مجازین یکی دو قاشق غذاخوری آرد اضافه کنید. اگر هم احساس کردین خمیرتون خیلی خشکه، یکی دو قاشق غذاخوری شیر اضافه کنید. حالا باید رو صفحه کارمون حسابی آرد بپاشیم و خمیر پیروکمون رو با دست حدود 5 تا 10 دقیقه ورز بدیم. بعد از اینکه خمیرمون یک دست و منسجم شد، بعد بهش حداقل نیم ساعت زمان بدیم که توی دمای محیط استراحت کنه. توی این فاصله هم میریم مواد توی پیروکمون رو درست کنیم. واسه مزه‌دار کردن ذرتمون ادویه های مختلف وجود داره. شما هم از هر ادویه‌ای که دلتون بخواد میتونین استفاده کنید. ادویه‌ای که من استفاده کردم پاپریکای دودی، پودر سیر و آبیشنه. حالا فقط مونده که به ذرتمون خامه و پنیر ماتزارلا اضافه کنیم. خمیر رو به کمک وردنه بازش کنین و پهنش کنید کف یه تابه شدنی، چون قراره با همین تابه بذاریمش توی فر. بعد از اینکه اضافات دور خمیر رو به کمک یه چاقو بریدیم، توی پیروکمون رو با مواد ذرتی که درست کردیم پر می‌کنیم. روی پیروک پنیر ماتزارلای رنده شده بریزین که وقتی از فر در میاد حسابی طلایی خوشگل بشه. لبه های خمیرتون هم برگردونین به سمت داخل و اگه دوست داشتین با اضافات دور خمیرتون روی پیروکتون رو تزیین کنید. به کمک یه براش روی سطح خمیرتون زرده تخم مرغ بزنین و پیروکتون رو بذارین توی فری که از قبل با دمای 200 درجه گرمش کردین. بعد از حدود 20 دقیقه خمیرتون کاملا میپزه و سطحش طلایی رنگ میشه. حالا پیروک ذرتمون آماده است واسه سرو کردن. امیدوارم که دوستش داشته باشین.